آقای مسعود فراستی سلام. سلام مرد عزیز. ارادتمندم، آخرین برنامه ما با شما در ماه مبارک رمضانه. امیدوارم که در فصل و فصل‌های بعدی کتاب بازم خدمت شما باشیم. انشالله. تو دو تا برنامه قبلی 100 کتاب محبوب زندگیتون رو گفتید که خب برای بیننده‌های ما هم خیلی جذاب بود، خیلی کنجکاوی برانگیز بود که آقای فراستی 100 تا کتاب مورد علاقش در زندگی چیه. امروز هیجان انگیزتر هم هست چون قراره درباره یعنی 100 تا فیلم محبوب زندگیتون رو به ما معرفی کنید. باش بریم اولیش. فیلم یک سرگیجه هیچکاک. یه جمله بگم براش. بله. من فکر میکنم سرگیجه غیر از اینکه فیلم فوق‌العاده‌ایه و بی بدیله، تعریف سینماست. یعنی چی تعریف سینماست؟ و مظهر سینماست. سینما یعنی رویا، سایه ترین چیز ممکن، و سرگیجه ته رویاست. سرگیجه ساختن رویا در درون فیلمه. کاراکتر اسکاتی جیمز سوارت یه موجود رویایی خیالی عجیب و غریب، یک تندیس، یه تمثیلی میسازه که خودش باور میکنه و ما هم از پس باور اون باور میکنیم، و تایش که اینو از دست میده برمیخواد بگرده به واقعیت دیگه نمیتونه. خب این سینماست دیگه. یعنی سرگیجه درباره دیدنه، درباره خلق کردنه، درباره رؤیا بینی، یک رؤیا بینه، درباره رؤیاست و درباره سینماست. این فیلم اوله. 1957 هیچکاک. دو، آخرین فیلم برگمانه، ساراباند. 2003 آخرین فیلم اینگوار برگمانیه که دوستان میشناسن، و فیلم عجیبیه، فیلم ساده عجیبیه، با بازیای با 4 آدم، لیو اولمان و ارمان جوزفسون و 2 جوان تر. یه جوری به نظرم جمع‌بندی همه زندگی برگمانه، با در واقع زوجهای مسن و جوان مواجهشون با هم، و پدر و دختر هر دو ویولونیست، یکی استاد یکی شاگرد، پدر و پسر قهر، لیو اولمان و شوهر سابق 80 ساله کات شده بازگشت. این بازگشته و لیو اولمان دو تا دختر داره که در یکیشون در تیمارستانه، دیگه کسی رو نمیشناسه. آخرین جملهش اینه: مارتا رو لمس کردم، مارتا دخترش. یعنی همه این برای اینه که لمس کنه، نوازش کنه دختر مریضی که دیگه نمیشناستش و اونم لمسش نکرده. این جمعه فیلمه. بی نظیر میرسیم به اینجا. ساراباند برگمان در 80 سالگی 2003. موسیقی رو موسیقی باخه. عنوان فیلم هم مال باخه. ساراباند. یه موسیقی کوتاهه که باخ ساخته. و فیلم در واقع یه جوری اون رو سینمایی کرده، تصویری کرده، روایت دو تا دوئت، در واقع 4 دوئت. برگمان وقتی ساخته بیشتر از 80 سنش بوده. سالهام بود که فیلم نساخته بود دیگه. یعنی بعد از فانی و الکساندر دیگه برگمان فیلم نمی‌سازه. چیزی نزدیک 2 دهه. بعدی هم میگه که من احساس درد زایمان دارم و سراباند متولد میشه.
فوق العاده است. فیلم سوم. سوم ارتش سایه ها مال ملویل. ژان پیر ملویل که میشنن رحمه. 1969. من به نظرم این فیلم مهمترین، بهترین، انسانی ترین فیلم ضد فاشیستی تاریخ. داستان جنگ جویان جبهه مقاومت علیه فاشیسم و علیه اون طرفدارش تو فرانسه. فیلم عجیب با یه بازی برای همیشه به یاد موندنی، لینو ونتورای عزیز. فیلم بنیانکنی است. بهترین فیلم ملویل و به نظر من از بهترین فیلم های تاریخ سینما است. فیلم چهارم یه وسترن کوچولوی ظاهراً کوچولو، یه وسترن ساده، یه کلاسیکه که همه دیدن احتمال زیاد، از هوارد هاکس، ریو براوو. یه جامعه این معرکه، یه دین مارتین عجیب غریب، یه فیلم سر پا، یه فیلمی که همیشه میشه دید و لذت برد. و سینما، سینما. فیلم پنجم مال جان فورد بزرگه، جویندگان. جویندگان در واقع یه فیلم کالت دیگه، یعنی از یه فیلم عالی فراتر میره، تبدیل میشه به یک کالت ویژه وسترن. با نمای اول و آخر فیلم اگه خاطرت باشه، نمای اول دری باز میشه و دوربین تو اتاقه، در سیاهی در کنار میره و ما بیرون رو میبینیم و یک زن جلوی در منتظر. این نمای آغاز و جان فورد اصلا با این قاب بندیاش. نمای آخر جان وین رو میبینیم که وظیفه‌ش انجام میده، اونا رو برمیگردونه پشت به خانه میشه و میره. اینجا خانه، اونجا هم خانه، اینجا انتظار، اونجا رفتن معلوم نیست به کجا. فیلم عجیب و غریب، دیدنی، به یاد ماندنی، تدریس کنن شدنی، میزانسن یاد میده به آدم و آدم میسازه و بی نظیره. شاید جویندگان مهمترین وسترن تاریخ سینما باشه. این که من ریو براوو رو جلوتر گذاشتم به دلیل سبکی و شیطنت هاکسه و جویندگان فیلم سنگینیه برعکس. فیلم بعدیمون داستان کاراگاه مال ویلیام وایلره، دتکتیو استوری، با یه قصه ساده کارگاهی، با یک بازی به نظر من بی نظیر در تاریخ سینما از کرک داگلاس. فیلم 4 سال تا 5 سال تو استیج، تو صحنه اجرا می شده مدام. وایلر می بینه اجرا رو و سینمایش کنه و می سازه. خیلی فیلم ساده یه سختیه. لوکیشن یه همچین چیزی، دکور ماست اندازه این، یه کلانتر، یه فکستنیه تمام لوکیشن 95%. و یک لحظه فیلم تئاتری نمیشه، یک لحظه تو رو نمیبره به اینکه داری تئاتر میبینی یا بیسش تئاتر. اصلا داستان من به نظرم داستان سازش و عدم سازشه. یک کاراگاه بی نظیر سازش ناپذیر با مجرمین، به خصوص با مجرمین ثروتمند و عدالت خواهی این آدم. اما این سازش ناپذیری که قطعا تو و من و همه طرفدارش میشن، به سازش ناپذیری با ضعف های همسرش که عاشقشه و اونم همینطور می انجامه و وحشتناک میشه. تا
تشدیه نگم که ببینید ببینید چقدر کار عجیبیه. فوق العاده است. داستان کارگاه مال 1951. فیلم بعدی یه فیلم خیلی سبکه. خیلی سبک کمدی. عشق در بعد از ظهر. بیلی وایلدر عزیز 1957. عشق در بعد از ظهر اودری هپبرن و گری کوپر و داستان اودری پدرش و گری کوپر و شیطنت‌های عالی بیلی وایلدر. یه فیلمی که همیشه میتونه سرگرم کنه، بخندونه و عشق بگه. کمدی فوق‌العاده.